مریم نمازی هستم و فعال سیاسی هم کارهای متفاوتی میکنم، ولی خب یه جوری همشون به هم ربط دارن، میدونین، دفاع از حقوق زن، علیه مذهب، علیه جمهوری اسلامی و اسلام سیاسی، در دفاع از حقوق مدنی، اینا همه یه جورایی به هم وصلن، علیه دادگاه شریعه، علیه جداسازی جنسی. فارسی مصاحبه میکنیم یا انگلیسی؟ خودم برات راحت کنم. بعد فارسی اوکیه؟ آره، اوکیه. تو چی ترجمه میدی؟ من فارسی خوبه برم. مثلا یه جا ممکنه همین بدونیم اوور کاپ اف کافی داریم صحبت میکنیم، تو داری کار انجام میدی، اوکی، آرشیو چیزی داری به من نشون بدی، این دوربین دنبال تو میاد. اوکی. این رفته بودیم ممفیس جان، پسرم عاشق الویس پرسلیه. اونجا جایی بود که مارتین لوتر کینگ که رهبر مبارزه علیه راسیسم آمریکایی و جداسازی توی آمریکا بود، اون اونجا ترور شد. و خب همون جایی که ترور شد توی موتلی بود که الان موزه است، موزه حقوق مدنی. در یه چیز خیلی جالبی داشتم ترورات زنان و اینکه زنانی که رفتار خوب دارن هیچ وقت تاریخ نمی سازن. این عکس توی پاریس بود، دختری که بغلمه، آلیا مجد المهدی، همون مصری است که این تقویم رو در دفاع ازش تهیه کردم. و اون ورش هم امینا صبویه از تونس که اونم بدن برهنش رو نشون داده بود. به منم گفتن که این میدونین اوریان شدن اینطوری بده، برای ملتمون بده، کشورمون رو خراب میکنه، نمیدونم آبرون رو میبره. هی هر روز جمهوری اسلامی داره آدم میکشه، هیچ وقت حرف آبرو نمیاد، ولی تو یه زن لخ میشه، حالا همه آبروی همه به این بدن من وصله. نفهمیدم چقدر بدنم مهمه، میدونی؟ ولی جالبه وقتی نگاه میکنیم که زن چجوری آدما فکر میکنن که صاحبشن، میتونن بهش بگن تو چرا اینجوری لباس پوشیدی، چرا این کارو میکنی، با بدن خودش داره اعتراض میکنه، یه پیام انسانی داره. هر روز که بدن لخت توی تبلیغات هست، این اشکالی نداره، ولی تا به عنوان اعتراض میاد توی ملأ عام، همه یه حرفی دارن، یه نظری دارن که چرا نباید اونجا باشه. And human rights are universal. It doesn't matter what your background is, and it's also a fight for equality. So it's very different from a fight for identity politics, defending one's identity at the expense of everybody else. اونجا پرچمی که سوراخش کرده. این کسایی که باشون اعتراض داشتم گفته بودن که ما هر کدوم پرچم کشورمون رو بگیریم که نشون بدیم که دفاع داریم میکنیم از مثلا زنان اون کشور. خب من گفتم من به هیچ وجه پرچم جمهوری اسلامی رو نگه نمیدارم، انگار که یه پرچم عادیه، من پرچمم یه چی دیگه است. ولی گفتم اوکی، اگر همه قرار پرچم داشته باشن، خب منم علاشو میبرم و به جاش چیز خیلی بهتری میذارم که واقعا اگر کسی قراره به چیزی دعا کنه، بهتره به اون دعا کنه تا به الله و پرچم جمهوری اسلامی. این عکسه، این یه تقویمی بود که در دفاع از آلیا مجد المهدی تهیه کردم. زنهای مختلفی اومدن عکسای اوریانشون رو گذاشتن و یه چیزی هم گفتم، مثلا من گفتم که بدنم هیچ اشکالی نداره، حجاب سر گذاشتن روی من اتفاقا اشکاله. این فیلم در مورد اینه که یه تصویر قوی از زن بده. چه انتظار داری از یه همچین فیلمی؟ چهره ای که از زن میبینیم خیلی اوقات قدرتمند نیست، جزوی از مرد سالاریه. کمتر نقشایی هست که زن نقش اول و اولا بازی میکنه و نقشی که چند بودیه. زن خیلی اوقات یک بودی میشه دید به عنوان یک بدن فقط، بدون سیاستش، بدون فکرش، بدون اون نقشی که بازی میکنه در تغییر محیطش. Freedom of conscience includes of course the right to religion, but it also includes the right to reject religion. Islamophobia is a term that's being used in order to silence criticism, in order to impose de facto blasphemy laws where none exist.
thank you very much, but we don't need a lesson in racism. We live racism every day. But for those of you who say, and I'm talking to the world outside, who say that our criticisms are Islamophobic and racism, you need a lesson in racism. Because isn't it racist to say that people who come from the Middle East, from North Africa, from South Asia, from the diaspora, people who come from Muslim families, that we don't also have the right to think and live as we choose? Of course we do. وقتی نگاه میکنیم آدم ها چجوری بی خدا میشن، مثل هر چیزی هر کسی دلایل شخصی خودشو داره. برای من یکی به خاطر تجربه جمهوری اسلامی بود. پس کی داره کجا آدم به دنیا میاد، اون مهر میاد رو کلت. اگر تو انگلیس به دنیا بیای بهت شاید بگن مسیحی، شاید هم نه به خاطر اینکه انقدر آتی زیاده تو این کشور. اگر زیاد اذیتم نمی کرد، تو زندگیم دخالت نمی کرد، برام مهم نبود لقبم چی بود، چون زندگی خودم رو می کردم. ولی وقتی که یه لقب هست با زورم داره روت اعمال میشه و میبینی که آدم داره کشته میشه برای این لقب، خب یه چیز خیلی متفاوتیه. و به همین خاطر این تصمیم شخصی که میخوای چه عقیده‌ای داشته باشی یه جنگ سیاسی میشه عملا. Welcome to the first ever International Atheist Day. What a great day it is. We remember very clearly those of us who are part of ex-Muslim groups. In 2017, in this very building, we decided that we want to have an International Atheist Day and that we want to have a day where people can come out and say, yes, we are atheists, without being ashamed, without having to hide, and without having to be fearful, to normalize it in such a way. We will rail against the system as we hold on to our pride. ایده اکس مسلم هم همینه. مینا هدی اول توی آلمان شروع کرد و بعد ما توی انگلیس اینو شروع کردیم و خب الان میبینیم که 10 سال گذشته و یه چیزی که یادم اول که توی انگلیس شروع کرده بودیم، روزنامه گاردین که شیفته جمهوری اسلامیه و اسلام سیاسیه، اومده بود گفته بود که خب اصلا اینو میخواین که چی؟ برای چی اینو میخواین؟ اصلا بی خودی اومدین شروع کردین برای چی؟ و خب هیچ وقتم نمیان در رابطه با این جنبش حرف بزنم. میبینیم که واقعا یه جنبش جهانی شده. پارسال اومدیم یه هشتگ شروع کردیم، اکس مسلم چرا؟ چرا بی خدا شدی؟ چرا اسلام رو ترک کردی؟ و دیدیم که تو 24 ساعته وایرال شد، یعنی 120 هزار توییت توی 65 کشور. بالاخره توی دنیایی الان زندگی میکنیم که حقوق جهان شمول به طور خیلی، حداقل نه توی اعتراضات مردم ولی توی سیستمی که اعمال شده، خیلی اصلا دیگه از بین رفته و نسبیت فرهنگی هست، هویت تراشی هست. و به همین خاطر کسی که میره یه چیزی میگه که مخالفت داره با اون تصویری که این هویت تراشی و این نسبیت فرهنگی داره اعمال میکنه، اون میشه یه صدای اقلیت، در حالی که واقعا اینطور نیست، صدای اکثریت. به نظر من These are my favorite books so far. اینجا این هم کتابای حساب کوچولو. یه چیزی که خیلی ها به هم همیشه میگن اینه که چقدر بحثایی که میکنم کلاریتی داره. بحث من نیست، واقعا بحث منصور حکمته. و خب اینو ما میتونیم توی فعالینی ببینیم که همه جا دارن فعالیت میکنن، همه جای دنیا دارن یه تاثیرات مثبتی میذارن و 100% نتیجه همین سیاست های انسانیه. It's
میتونیم ببینیم که اقشار مختلف در جامعه الان دارن از این اعتصابیون دفاع میکنن. برای مثال گروه بازنشستگان، گروه‌های از معلمان و شرکت واحد، و در ضمن در خارج کشور هم میبینیم همبستگی‌هایی شده، چه توی آمریکا کارگران تیمستر برای مثال یا کارگران تریلی در هلند. 100% نوستی فعال سیاسی شدم. من بسی دانسر می شدم. دانسر؟ آره، I would like to be a dancer. ده سالم بود وارد آمریکا شدیم، بعد فوراً بعد از 3 ماه دانشگاهمو شروع کردم. بعد اونجا خب توی کل دانشگاه‌ها اینا این مبارزه آپارتاید نژادی اونجا بود که یادم اولین فعالیت‌های سیاسی به صورتی داشتم. میرفتم تحصن و تظاهرات و اینجور چیزا، چون من 2 سال سوندال زندگی می‌کردم بعد از دانشگاه. این اتاقم بود، همخونام، اینا پناهندار کمپایی که می رفتیم. و خب کار پناهندگی هم شروع کردم که بعد بیشتر دیگه رفتم توی فعالیت سیاسی علیه جمهوری اسلامی. Now is the hour for the woman's voice around the world for a woman's choice. We will not rest until we all are free. This is basically a document that defends universal values, that defends secularism, that defends the right to women's liberation. It has 10 points to it, everything from promoting universal values, things we've discussed at the conference extensively, freedom of conscience and religion, prohibition of religious rules that constrict women, a defense of children's rights, an end to mutilation of children, gender segregation, child veiling, the abolition of religious laws that violate children's rights, countering both racist and fundamentalist discourses, and states and civil society to examine ways in which laws, policies, and practices violate human rights. And of course, the important recognition that secularism, while it is not the end all of everything, it is a minimum precondition, and it is today an urgent task, a necessity, and a basic human right. If you agree, please clap and show your agreement with us. بازوشم اشته فیوریت که بتونی راحت تا ببینی. این عکس بابامه، این پدر بزرگمه، این مادر بزرگمه، اینم با روسریشه، اینم مامان بابام عروسی کردن، اینم پدر بزرگم. عربی درس میداد تو دانشگاه هند، بعد با هم همشون برگشن ایران. اینم عکس مادر بزرگم. این چه خوشگله نه؟ خیلی. منم وقتی کوچولو بودم، یه منم با بابام، اینم استخرمون تو ایران شیخی بکنم پلاستیکی، این خواهرم، مامانم و من، اینم خونمون تو ایران. بابام خبرنگار ورزشی بود. این اتاق من تو ایران، اینم مثل این که گریت گراندفادر منه. چه ترسناک قیافه. این یکی چیزه، آتیست ساله از لهستانه، سازمان آتیسته اونجا. اینم خیلی برام عزیزه، این از فرانسه است. اون زنیه که نیمه برهنه است با پرچم انقلاب فرانسه جلوی صفحه. Le Grand Prix International de la Laïcité est attribué à Mariam Namazie. صندلی هم برده، قشنگ بشین، راحت بشین. اوکی؟ اوکی.
جلوی تصویر لطفا یه دونه اینطوری بزن. خوبه؟ خودت نیستی توی تصویر اصلا؟ چرا باز جا هست؟ جالب میشه. آره.